سلام، روزتون بخیر. من سعیمم اونجا ایتالیان آکادمی. امیدوارم حالتون خوب باشه و مدارکتون هم آماده. چون که امروز تو این ویدیو می‌خوایم در مورد تفاوت دانشگاه یا آکادمی صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا برای کدومش اپلای بکنیم. این ویدیو بیشتر برای بچهای رشته‌های هنری و دیزاین ممکنه که بیشتر به دردشون بخوره، چون که مثلا برای یک رشته مثل گرافیک دیزاین، فشن دیزاین هم بچه‌ها میتونن توی آکادمی اپلای بکنن، هم برای دانشگاه. و توی این ویدیو ما می‌خوایم به تفاوت دانشگاه یا آکادمی، میزان و نوع بورسشون، واحدایی که می‌گذرونن و امتحان ورودی و پذیرششون موارد رو هم دیگه بررسی بکنیم. ولی قبل از اون میخواستم که ازتون خواهش کنم که مثل یک دوست و رفیق از من و این چنل حمایت کنید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. هر کمکی ارزشمنده و باعث میشه که به هدفم که کمک کردم به بچه‌هایی که هستش که میخوان اپلای بکنن نزدیک‌تر بشیم. اگر به هر دلیلی هم حال نکردین کاملا متوجهم. برمیگردیم به ادامه ویدیو. در مورد تفاوت دانشگاه یا آکادمی، خیلی براشون سوال پیش میاد که خب فرق بین دو تا چیه. اول اصلا باید بگم که فرق خیلی پیچیده و خاصی ندارن و باید اشاره کنم که دوره‌های کارشناسی چه توی آکادمی چه توی دانشگاه، دوره‌های کارشناسی مربوط به هنر و دیزاین همه 3 ساله هستن، برخلاف دوره‌های کارشناسی رشته‌های مهندسی 3 سالن. یعنی خب جای تعجب نداره که اگه وقتی بین توی آکادمی 3 سال هست، توی دانشگاه 3 سال هست، چه اتفاقی داره میفته؟ آیا مدرکمون با ارزشه یا نه؟ آره با ارزشه. مهم واحدهایی که گذروندیم و در نهایت چیزی که تحویل میگیرین یک مدرک لیسانس معتبر در سطح جهان هستش. یک مورد دیگه هم که هست، یه رشته مثل فشن و شاخه های اون ممکنه که توی مقطع ارشد توی دانشگاه ها به زبان انگلیسی تدریس بشن، اما توی آکادمی ها چه دوره ارشد چه دوره کارشناسی فقط به زبان ایتالیایی هست و شما برای اپلای کردن نیاز به یک مدرک B2 ایتالیایی دارید، حالا چیلز یا چلی. ولی خب چیلز خیلی متداول هستش و بچه ها بیشتر آزمون چیلز رو میگیرن. اما خب باید بگم که توی آکادمی های خصوصی رشته هایی داریم که به زبان انگلیسی تدریس بشن. آکادمی های دولتی فقط هستن که رشته های ایتالیایی دارن و انگلیسی ندارن، اما توی آکادمی های خصوصی ما رشته های به زبان انگلیسی هم داریم. مورد بعدی بحث بورسیه هستش. خب خیلی ها بهش فکر میکنن که آکادمی ها بورسیه DSU یا همون بورسیه استانی که به اشتباه گفته میشه رو ندارن، که خب یه تفکر کاملا غلط و رایجی هستش. آکادمی های دولتی به همشون بورس تعلق میگیره به صورت کامل و حتی آکادمی های خصوصی هم هستن که بهشون بورس تعلق بگیره. درست شنیدید، خیلی از آکادمی های خصوصی هستن که بهشون بورسیه DSU تعلق میگیره. خیلی ها به اشتباه هم فکر میکنن که آکادمی خصوصی هیچ وقت بهشون تعلق نمیگیره، اما بعضی از آکادمی خصوصی هم هستن که بهشون بورس تعلق میگیره. اما خب الان بحث امروزمون نیست و به یک مورد دیگه اینو به یک روز دیگه اینو واگذار میکنیم و بعدا در موردش حتما حرف میزنیم. خب مورد بعدی واحدها هستش، واحدهایی که ما قراره توی دانشگاه یا آکادمی بگذرونیم. شاید تفاوت محسوسی که دانشگاه و آکادمی با هم دیگه داشته باشن همین مبحث واحدهای درسیمون هستش. مثلا ما اینجا دانشگاه پلی تکنیک رو داریم در رشته فشن دیزاین مقطع ارشد، و در مقابلش آکادمی بررا رو داریم همون رشته و همون مقطع، و خب اینطور به نظر میرسه که دروس بررا تنوع بیشتری دارن. اما خب باید توجه داشته باشید که توی دوتا دانشگاه و آکادمی ما دروس کارگاهی و ورکشاپ ها و غیره رو داریم. مورد بعدی نحوه پذیرش و امتحان ورودیش هستش. خب به قطع و قاطع نمیشه گفتش که کدومشون راحت تر هستش. خب خیلی بیشتر به سیستم خود دانشگاه و آکادمی بستگی داره. اگه میخوام یه مثال براتون بزنم، یا آکادمی مثل آکادمی بررا توی مقطع ارشد و رشته فشن دیزاین دانشجوهای بیشتری رو هر سال میگیره به نسبت پلی تکنیک میلان توی همین رشته و همین مقطع،
و خب آزمون ورودیشون هم به نسبت آسون تره. ولی خب از اون طرف ما دانشگاه هایی رو هم داریم که آزمون ورودی ندارن و پذیرششون آسون تره و بالعکس آکادمی هایی هستن مثل آکادمی بولونیا که تعداد نفرات کمی میگیره، آزمون ورودیش به صورت حضوری و یکم پیچیده هستش و خب به صورت قطع نمیشه گفتش که کدومشون از کدوم بهتره و خب باید دونه به دونه با همدیگه مقایسه بکنید. خب اینم از مبحث امروزمون، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بعدم اضافه کنم که این یک ویدیو خیلی اجمالی و جنرال بود در مورد این بحثایی که داشتیم. در آینده باید ویدیوهایی درست کنم که در مورد جزئیات هر کدوم از این صحبتایی که داشتیم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. پس به خاطر همین اگه سوالی براتون تا اینجا پیش اومده، نظری دارین، انتقادی دارید، حتما با هم به اشتراک بذارین، چون باعث میشه که بهتر بتونم ویدیو بسازم و بهتر براتون تولید محتوا انجام بدم. فعلا.